از دو کشور همسایه فلسطین، سوریه و مصر، این دو کشور مرزهایش را باز بکند. والله العظیم هفته آینده روز جمعه را ما در بیت المقدس نماز خواهیم خواند. بغداد را از دست دادیم، ولی فلسطین را هم داره از دست میتیم، سوریه را هم داره از دست میتیم، و این سرزمین هم به معنای واقعیش اگر بگیرین اختیارات از ما نیست. در نتیجه تجاوز وحشیانه ملت غاصب و غدار و متجاوز و خون آشام و جلاد اسرائیل پلید، چه بسا مشکلات را که تحمل نکردن، با قلدری اشغال کردن و با قلدری خانه های مسلمانان فلسطین و ایران میکنن. چون از دست دادیم همین اندلس، همین عراق، همین بغداد. چه چیز باعثی از دست رفتن این سرزمین ها شد؟ چه چیز باعثی از دست رفتن اندلس اسلامی شد؟ مناره های اندلس، مساجد اندلس امروز به فراق معزن مسلمان اشک سر می دهد. معماری ها و آبادی های اندلس که امروز به عنوان باستان شناخته می شود، پشت معماری هایی که مسلمان اشک سر می دهد. کجاست کسی به سراغش برسد؟ چرا از دست دادیم؟ 8 سال حکومت کردیم، زمانی که اختلافات آمد، زمانی که بلی با کافر دست دادن، با مسلمان جور نیامدن، با برادر مسلمان کنار نیامدن، بلی یک کافر را بر علیه مسلمان دیگر یاری کردن، نشان دادن بزنین بکشین چپاول کنین. زمانی بود که عیسوی ها بعد از این اختلافات استفاده نموده و یک سر حاکم شدن سر کشور اسلامی، که محبت با قدس، محبت با فلسطین، محبت با مسجد اقصا این عزت ماست و این شرف ماست و این جزء معتقدات و ایمانیات ماست. عزیزان من، ملت مظلوم و نجیب و شریف فلسطین، در این ماه ارزشمند رمضان شما دیده باشین که در نتیجه تجاوز وحشیانه ملت غاصب و غدار و متجاوز و خون آشام و جلاد اسرائیل پلید، چه بسا مشکلات را که تحمل نکردن. این ملت بیچاره در هنگام ادای نماز تراویح اذیت می شدن، این ملت بیچاره در هنگام افطار کردن برگبار بسته می شدن، این ملت بیچاره در هنگام خوردن سحری با گلوله اینها مورد هدف قرار می گرفتن، فقط به جرم دفاع از قبله اول مسلمین و از دومین مسجد که در روی زمین الله تبارک و تعالی بنا نهاده. و آنها را محاصره کردن، نماندم که نماز بخوانند. هیچ کسی آهی بر نآورد، هیچ کسی صدایی بیرون نکرد از دهنش، هیچ کسی چیزی نگفت. امروز مجاهدین غزه وقتی که آغاز کردن موشک های خود را و فرستادن به سوی اسرائیل، همه آنها الان صدا میزنند تا به مذاکره بشینیم، بیاین مذاکره بکنیم، بیاین صلح بکنیم، بیاین بشینیم پای مذاکرات. عجیب است، اینهایی که ادعای حقوق بشر را میکنند، بعضی مسلمان ها هم در کنار اینها ایستاده هستند و میگوین اینا بله حق به جانب هستند، شما هم دروغ میگوین، اربابانتان هم دروغ میگوین. والله العظیم شما حقوق بشر را رسوا کردین، شما لشکرکشی کردین به کشورهای اسلامی، شما بودین که بارود ریختندین بر ما، شما بودین که اسلحایتان آورده شده است به کشورهای اسلامی و انجابر علیه ما استفاده می شود. الله می گوید کتب علیکم الصیام، به شما روزه، روزه را فرض قرار دادیم. بعد می گوید و کتب علیکم القتال، به شما جنگ را با کفار یهود و نصارا فرض قرار دادیم. سبحان الله، مجاهدین غزه این افتخار را داشتن که امسال در ماه مبارک رمضان هر دوی این فریضه را به جای بیاورن. سبحان الله، مبارکشان باشد. امروز هم بسیاری بر این اعتقادن که راه حل مسئله فلسطین گفتمان است و سیاسیه. کسی که این
گمانا داره او بسیار در اشتباه سخت اشتباه بلکه در گمراهی آشکاره برای اینکه طرف حساب که حکومت اسرائیل صهیونیست هستند اونها نه آل منطقن و نه آل گفتمانن و آل سیاست هم نیستن با قلدری اشغال کردن و با قلدری خانه های مسلمانان فلسطین و ایران میکنن و جواب اعتراض فلسطین را دندن شکم میدهن حرفشون حاضر نیستن گوش بکنن راه دولت ببخش اسرائیل حکومت اسرائیل راه صهیونیستا راه نه منطقه نه راه سیاست هست بلکه راه زوره تنها و تنها کسانی که معتقدن جامعه جهانی وارد صحنه بشه و قدرت حل بکنن غلط در بعد اینا در آشکاری غلطی یه سیاسی اشتباه سیاسی آشکاران رای سیاسی هم این حل نمی کن اگر حل می کردن تا حل حل می کردن راه فلسطین آزادی فلسطین تنها جهاد مقدس هست جهاد می توانه کمر اسرائیل بشکنه و فلسطین آزاد بکنه کسی که منطق نداره کسی که گفتمان نداره کسی که سیاست نداره رای سیاست اللهش جهاد برای همین انسان هست و جهاد میتونه که اسرائیل به زانو در آوره جهاد اسلامی ولی هیچ حقوق بشری به سراغش نرسید هیچ جامعه جهانی به سراغش نرسید هیچ آمریکایی نگفت که نکنین یارا این ظلم است گناهشان چیست وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يكجر فقط يكجر قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا امروز که امریکا موشک آزمایش میکنه امروز که دنیای کفری متحد شدن شرق و غرب برای کوبیدن ملت مسلمان برای کوبیدن ملت مسلمان زمانی که حاکم اسلامی اگر در شرق در غرب اگر خون یک مسلمان ریزانده می شد عفت یک زن مسلمان ریزانده می شد لشکر اسلامی را به احتزاز به حرکت در می آورد ولی امروز کجاست لشکر اسلامی کجاست اون نظامی که برای دفاع مردم مظلوم و بیچاره این سرزمین و جاهای دیگری به حرکت در بیایند جلو این شیادان و گستاخان تاریخ را بگیرند این چیزی دیگر است ما خدا خوش میکنیم میگوییم اینجا حقیقت چیزی دیگر است در پیشگاه الله به من رب قسم عذر نداریم مؤاخذه میشویم پیامبر فرمود گروهی از امتم دائم بر حقند ظاهرین علی الحق روایت صحیح است ظاهرین علی الحق گروهی از امتم اینا دائم بر حقا صحابه عرض کردن یا رسول الله این هم اینها کجایند اینهایی که دائم بر حقا اینها کجا زندگی میکنن یا رسول الله رسول الله فرمودند صلی الله علیه و سلم اینها در بیت المقدس و اکناف بیت المقدس زندگی میکنن و فرمودند صلی الله علیه و سلم سرزمین بیت المقدس سرزمین محشر و سرزمین حشر و نشر خواهد بود این سرزمین سرزمین حشر و نشر خواهد بود نمیتوانیم ما مسلمانان هرچقدر که بر بالای ما باروت ریختنده باشند هرچقدر که ما در این وطن و ملت خون داده باشیم هرچقدر که بر ما ظلم شده باشد ما نمیتوانیم سرزمینی که انجا حشر و نشر ماست و روز محشر ما انجا گرد آورده میشویم آن را ما فراموش بکنیم هرگز چنین چیزی امکان پذیر نیست جهاد می توانه اسرائیل شکست بده و از سرزمین اشغالی خارج بکنه اینا بیش از 60 سال شاید که این سرزمین اشغال کردند و فلسطینی ها را می کشند و خانهایشون را ویران می کنند و شارقا یهودی نشین در سرزمین فلسطین می سازن این اراده خروج اصلا ندارن کسی که خیال بکنه که اسرائیل خارج میشه او یا مکاره یا نادانه اسرائیل نمی خواهد سرزمین فلسطین مگر جهاد او را خارج بکنه جا
جهاد در افغانستان هنگامی که شوروی اشغال کرد و کمونستا اشغال کردن، تنها راه رهایی جهاد بود که شوروی را زد جهاد، و نه تنها در افغانستان زد بلکه شوروی سابقا در خود شوروی زد. جهاد به هر قدرتی که انجام بگیره او ضربه میخوره و او ضربهش سالم هم نمیشه و او متلاشی میکنه او را. جهاد در افغانستان قدرت شوروی سابق را شکست داد و تارمار کرد و به فروپاشی انجامید و کمونستا در صحنه‌های بین المللی شکست خوردند. و من به این باور هستم و من میخواهم امروز این را خدمت شما عرض بکنم که کشورهای اسلامی مرزهای خود را باز بکنند، کشورهای اسلامی مرزهای خود را باز بکنند برای مسلمانان، که مسلمانان به سوی اسرائیل حرکت بکنند، بالاخص دو کشور همسایه فلسطین، سوریه و مصر، این دو کشور مرزهایش را باز بکند. والله العظیم هفته آینده روز جمعه را ما در